خانم کاکبابا، خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید. میدونیم که کشور سوئد نزدیک به 3 ساله درگیر یک محاکمه هست برای حمید نوری، کسی که در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 دست داشته. خب این محاکمه بسیار به روابط بین ایران و سوئد به نوعی لطمه زده و نگرانی های را ایجاد کرده. شما این نگرانی ها رو چطور میبینید و یا فکر میکنید ممکنه این نگرانی ها و در واقع اختلاف هایی که بین ایران و سوئد پیش اومده روی رأی دادگاه تأثیری بذاره؟ پیش هر چیز اینو بگم که این دادگاهی یه پیروزیه برای بشریت، یه پیروزیه برای تمام این خانواده، اون مادران، این پسرها، اون دخترها، اون مادر بزرگا، اون دوستا که فامیلیاشون از دست دادن، که این کشتارا شد، این جنایت ها علی بشریت شد در کردستان، در زندانای تمام ایران که این 43 سال ادامه داره، 43 سال داره. مردم ایران به دست رژیم خودش واقعا کشته میشه، شکنجه میشه، اعدام میشه. اصلا این جنایت ها که الان تا به حال هیچ جایی در هیچ جایی بررسی نشد، و همین دلیل این یه پیروزی خیلی مهمه برای بشریت و برای مردم آزادی خواه ایران. این که رابطه بر در سوئد سیستم قضایی با سیستم سیاسی جدایه، مثل ایران و کشورهای دیکتاتور نیستش که سیاست مداره بیان حکم بدن. اینجا دادگاه، این دادگاه هم دادگاه بین‌المللیه در واقع، فقط سوئد نیستش، اکثر کشورهای اروپا اینا که امضا کردن که یه مسئله بین‌المللیه در واقع. این دادگاه فقط دادگاه بین سوئد و ایران نیستش که این جنایت شده. این جنایت اصلا در دادگاه بین‌المللی باید این کارو میکردن، ولی الان این مرد اومده بود سوئد. اینم واقعا یه انسان کرد، خود داماد خودش که اومده بود، یا اون خودش میگه، میگفت اومده بود که دخترش بدزده، نمیدونم چه کار بکنه، ولی اینم یه انسان کرد این کارو کرده که این مرد را به این جا رسوند که واقعا یه پیروزیه. هر حکمی بدن امروز یه پیروزیه. این سیاست مدارای ایران و سوئد و همه اولین بار نیست. موقعی که دادگاهی میکنه اومد های ایران سفیرای خودش آورد و سفیرای دیگر را بیرون کرد. برحال اون مسئلهی که مثل بازی سیاسی میمونه، ولی مهم اینه که این حق، حق مردم باید یه جایی بهش مراجعه کرد، و اینم که یه کشور دموکراتیکه و این دادگاه عادلانه خیلی مهمه به نظر من. خیلی ما که اینو میخواستیم دیگه. من خودم سوسیالیستم، ما انسانای سیاسی و آزادی خواه میخواییم دادگاه عادلانه بشه، و این جنایتکار در یه دادگاه عادلانه الان امروز حکمش میاد. خب شما به عنوان یک عضو پارلمان سوئد وقتی که با در واقع همتایانتون صحبت میکنین، نظر سیاسیون سوئدی درباره این دادگاه چه هست؟ در سوئد که گفتم قبلا از سیاستمدارا دخالت نمیکنن در کار حکم دادن، و میذارن که دادگاه و دادستان و اینا که این حکم صادر بکنن، ماها صادر نمیکنیم. و افکار عمومی چه واکنشی داره نسبت به اینکه سوئد داره به یک همچین پرونده بزرگی در رابطه با اعدام زندانیان سیاسی؟ خیلی مهمه برای مردم سوئد. الان چند تا دیدم گفتن اصلا این یه چیز تاریخیه، ما که اصلا سرمون از سیاست و اینا در نمیاد، ولی که ما میدونیم این جنایت هایی که رژیم ایران میکنه و کرده و هر روز میکنه وحشتناکه، و باید یه کسی مسئول باشه در مقابل این. نوری هم که مسئول دیگه، این مسئوله در جمهوری اسلامی انسان کش 43 ساله ادامه میده دیگه، ولی الان این کار شده برای مردم آزادی خواه، مردم دموکراتیک که مردم سوئدی هم هستن، اونا برای اونا پیروزیه. خیلی ممنونم از شما خانم آمینه کاکبابا. مرسی.